اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب و احترام خدمت شما. آرزوی سلامتی و تندرستی برای شما بزرگواران. ببینید، ما یک کشوری هستیم که مطلوب صهیونیست‌ها نیستیم. این مشخص. 40 سال هم هست صبح و شب دارن با ما می‌جنگن. تو تمام عرصه‌ها، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، چیزی نمونده، نظامی، همه جوره. 8 سال جنگ بهمون تحمیل کردن، تجزیه طلبی، مسئولینمون رو ترور کردن، آدم حسابیاشونا. بعد خدمت شما عرض بکنم که آیه سه ما مسئولین داریم که اگه برام با آمریکایی‌ها بگی بیا خواهش می‌کنم اینو ترورش کن، من میگم من دیوونه‌ام من ترورش کنم، این نفر بر ما داره کار انجام میده. این همه فشار هر کشور دیگه‌ای بود رو موتورش می آورد پایین، اما خب ما موندیم، اما به سختی و با استکاک. مثالی هم میزنم، میگم فکر کنید ما یه دوچرخه سواریم، کشور دیگه دنیا یه دوچرخه، بغل ما داریم مسابقه میدیم، اونو دوچرخه سبک خیلی مثلا حرفه‌ای و این چی، ما این دوچرخه 28 قدیم از اونا سواریم داریم میریم، اما عوضش عضلات ما قوی تره، داریم پدال میزنیم جلوی اونا، راشون صاف، نه تحریمی نه هیچی، همین تو خودشون یه ورشکست میشن مثل یونان. یونان از شدت فشار اقتصادی و بحران اقتصادی داره جزیره هاشو میفروشه. 99 ساله کسی یونان رو تحریم کرده؟ یونان عضوی از اتحادیه اروپا است. کم دقت کنید، ما نه، ما جلومون سنگ هم هست، ما 40 سال از اول همجور تحریمیم. تحریمی ترین صنایع ما هم صنایع نظامیمون بوده، درسته؟ از هم روز اول سیم خاردار هم به ما نمیدادن. دقیقاً موفق ترین صنایع ما هم کجاست؟ صنایع نظامی. این چه معنی داره؟ یعنی ارزه داشته باشید میتونید کار بکنید، این معنی دیگه ای نداره جز اینا. ببین 40 ساله با شروع انقلاب ما تحریم نظامی به شدیدترین شکل ممکن. اگر تن ساله داریم تحریم اقتصادی خود جدی تر شدیم، از ابتدا تحریم نظامی اینجوری بوده. یاد گرفتیم بسازیم، خوبش هم بسازیم، کنا صادرات هم میکنیم. این همه مشکلات، ما کشور مطلوب صهیونیست نیستیم. اونا یه پلن A دارن، یه پلن B. پلن A سقوط این نظام، تبدیل شدن این کشور به چند کشور همراه غرب، یعنی قطعا تجزیه ایران. چرا؟ چون اونا میگن ژن ایرانی ها مشکل داره. مندی شرمن میگفت دیگه، میگن ایرانی ها رو اگه ولشون بکنی علای نظامشون هم کله پا بشه. دقت بفرمایید، این مردم چون در ذاتشان دفاع از مظلوم هست، دوباره الان نه 50 سال دیگه حکومت دوباره میرن سر کار، درست شد؟ فلزا بعدش تجزیه ایران، کردستان، آذربایجان، سیستان، بلوچستان، خوزستان که الان میبینی حرفاش هم میزنن سر ماجرای تجزیه کردستان، دیدی حرفاش هم میزنن. پلن بی اینه که این نمیتونیم، زورمون نمیرسه این نظام ساقط بشه بعد تجزیهش بکنیم. نرمالیزاسیون ایران صورت میگیره، این ایران ایزوله میشه، دست و پاهاشو قطع میکنیم، میشینه مثل بچه آدم یه گوشه، میشه ایران خوب، بچه با ادب. انقدر شیطونی نکن تو منطقه. برای این کار راه‌های مختلف وجود داره که اینا یه راه رو نرفتن، نه، تمام راه‌ها رو همزمان دارن میرن. برای یک راه اینه که چون اینا ریشه و هویت میگیرن از ایرانی بودن خودشون و مسلمان بودن خودشون، نه به ایرانی بودنشون بنازن نه به مسلمان بودنشون. برای همین شما نگاه میکنی یک حجمه فرهنگی که فقط ایران داره تحقیر میشه، تو جوکا و اسمس های خودمون، تو پستای کانال های تلگرامی که مثلا فارسیه و نمیدونیم کی داره اینا رو میسازه میزنه، و خودمونم البته انتشار میدیم، به هیچکی هم رحم نمیکنیم، از شهدا گرفته تا شریعتی، از این طرف تا اون طرف فلان، مملکت داریم. همزمان این حجمه هویتی اینه که هویت از من شما بگیره، کشورهای اطراف ما رو امریکا و اسرائیل مأمور کردن، یعنی بگیم مثلث تل آویو، لندن، واشنگتن، صهیونیستا مأمور کردن تمام هویت ما رو دارن به نام خودشون به اسم میزنن. از نون لواشمون که ارمنستان رفته به نام زده، مولویمون که سه تا کشور همزمان ترکیه، افغانستان، هندوستان فعالن،
خدمت شما عرض بکنم ابو ریحان بیرونی ازبکستان ابو علی سینا رو اسپانیایی ها مدعی شدن اروپا. خدمت شما عرض بکنم که بادگیرای یزد و امارات رفته ثبت کرده اسمش بادگیر یزده. خدمت شما عرض کنم چوگان نوروز نمیدونم چیه. بالاخره شما هویت تو از کجا میاری؟ یا از تاریخ، شعرت، موسیقی، ساز، قانون؟ ترکیه داره ثبت میکنه، فاش آدم ثبتش تموم شد که مخترش فارابیه، فارابی ما. از موسیقیت میگیری، از مناسبت‌های مذهبی و ملیت میگیری، مثل همین نوروز و محرم و مثلا اینا، درست شد؟ تعزیه خانی و اینا هویت به تو میده دیگه. از معماریت میگیری، از آثار باستانیت میگیری، از مفاخرت میگیری، همه رو دارن ازت میگیرن. فلزا تو دیگه ریشه نداری. کسی که ریشه نداره با یه بادی، این بوته‌ها رو دیدید باد میزنه میری 50 کیلومتر میبره جای دیگه. آره طرف مهاجرت میکنه میره کشور دیگه. و ایرانیایی که دارن مهاجرت میکنن به کشورهای دیگه، جالب این به شما بگم، از خود اونا غربی تر میشن. یعنی شما عربایی که الان تو اروپا هستن هویت خودشون حفظ کردن، با اون لباس عربی بعضن میان، از قیافش طرف مشخصه، جوری این طرف مزمحل میشه از بین میره تو فرهنگ اون طرف که آرش میاد دیگه من ایرانی ام، میره اونجا میگه من یونانی ام، میگه ایتالیایی ام، که به چهرهش هم بخوره. به قولی از موسیاها و سرسیاهای اروپا میگه، میگه از اونام. سختش میاد بخواد لو بره میگه دورگه ایرانی یونانی ام. اینا مطلع دارم بهتون میگم. از اسلام هم که صبح تا شب هجمه داره دود میاد، تمام شبهات در مورد دین و خدا و پیغمبر تو همه چی، که تو یه چیزی بگی با من نه ایرانیم نه مسلمانم اینجا چیکار دارم، من هیچ هویتی تو این مملکت پیدا نمی‌کنم، من هیچ رگ و ریشه اینجا ندارم، باید پاشم برم. اینقدر غرور ملی تو تخریب میکنن، له میکنن که تو تیمه توی چهار تا تیم چهارم من میشه میری تو خیابون شادی میکنی که آقا خوب بازی کردیم. جلو بوسنی بود کجا بود باخته بودیم ملت ریختن شادی میکردن. خب این یعنی حجم فرهنگی اجتماعیش. تو حوزه اقتصادی که الحمدلله دارید میبینید، نظامی که تحریم دور تا دورمون عراق افغانستان رو گرفتن، پایگاه‌های نظامی دادن این کشورهای عربی رو، قرارداد نظامی 400 میلیارد دلاری میدونی یعنی چی؟ تمام این پاچه‌خواری که پاکستان داره برای عربستان میکنه به خاطر 20 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری. ISI پاکستان، سیستم امنیتی پاکستان تو این ترورها نقش مستقیم داره. اطلاعات رو او بهشون میده، اینا تو سیستم بلوچستان نیستن که میرن تو مرز پاکستان، ما که نمیتونیم تو کشور دیگه ای، میان میزنن فرار میکنن میرن. اطلاعات تردد نیروهای نظامی ما رو داشتن که اینا داشتن بچه های اصفهان میرفتن میومدن، این سرویسشون بوده. اتوبوس رو چند ده متر پرت کرده اون طرف انفجار. اینا اطلاعات نظامی میخواد، اینا ماهواره میخواد، اینا جی پی اس میخواد، اینا موقعیت یابی میخواد، نگار سیستم های امنیتی به خاطر 20 میلیارد دلار. 400 میلیارد دلار بری قرارداد نظامی بنویسی چیه؟ حواستون به من باشه. نظامی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی. خب ما باید نرمال میشدیم. ترجیحا اینا دنبال این بودن که 2007 کار ما رو بسازن. گفتن شرقشون رو میگیریم، افغانستان 2001، غربشون رو میگیریم، عراق 2003. ایران یه خطری داره، اونم که یه سری نوچه داره این ور اونور دنیا مثل حزب الله لبنان، اونا اسرائیل رو میزنن. برای اینکه اسرائیل رو نزنن، اسرائیل بیاد جنوب لبنان رو بگیره که موشکای اونا نرسه به شمال اسرائیل. تا کجا؟ تا رودخانه لیتانی بیاد بگیره. که این شد جنگ 2006، جنگ 33 روزه. اون تموم بود 2007 ما رو زده بودن. اصلا شرق غرب ما رو گرفتن ما رو بزنن. الان که دولت جورج بوش رفته، مسئولین وقت وزارت دفاع، پنتاگون آمریکا الان دارن میگن، میگن قشنگ سه تا پرونده روی میز بود. افغانستان، عراق، ایران. اصلا 11 سپتامبر رو ساختن که بتونه شرق و غرب ما رو بگیرن. منتها اراده الهی برای این قرار گرفت که پنجمین ارتش دنیا از بچه های حزب الله لبنان شکست بخوره. و نکته جالبش اینه که 126 تا شهید داد جنگ با نیروهای مردمی ها،
از مردم اینا، که عمده اینها مردمی بودن. توی بخش نظامی 47 تا شهید داد که از این 47 تا شهید فقط 13 تاش دوره دیده بودن، خبره بودن، بقیه بسیجی هاشون بودن که دوره نظامی ندیده مثل بچه حزب الله علومه. اونا خیلی خوب دو آموزش دیدن، خیلی خوب آموزش دیدن، اینو بدونید. و نشد، آمریکا هم نتونست تو عراق بمونه، تو افغانستان هم نتونست بمونه. 7000 میلیارد دلار، نه 7 میلیارد دلار، نه 70 میلیارد دلار و نه 700 میلیارد دلار، 7000 میلیارد دلار خرج کرد نتونست بمونه، رفت بیرون. که رقمی که خرج کرده از این بیشتر رقمی که آمریکا خرج کرده. تازه با این رقم باید خرج ناتو رو اضافه کنی، ترکیه رو اضافه کنی، عربستان رو اضافه کنی، اردن رو اضافه کنی، کویت رو اضافه کنی، قطر رو اضافه کنی، امارات رو اضافه کنی. رقم خیلی سنگینه. شاید اینا تا نزدیک 16-17 هزار میلیارد هم خرج کرده باشن. اما منطقه دست من و شماست. درست شد؟ برای اینکه بشه ایران رو گرفت، درستش کرد، نرمالش کرد، گفتن طرح بعدی. طرح بعدی چی بود؟ صدام جدید. گفتن ما نمیتونیم باش بجنگیم، باید یکی رو خر کنیم، اینه صدام بنازیم به جون اینا. این خوبه. انبارای شاه پر اسلحه بود وقتی ما انقلاب کردیم. اون اسلحه ها خطرناک بود دست انقلابی ها باشه. باید خالی میشد اون انبارا و زاغ مهمات ها. کجا خالی شد؟ سر عربا. یه بار دیگه یه صدام باید گشت پیدا کرد. بهترین گزینه عربستان سعودی. عربستان سعودی به تنهایی میترسه. عیبی نداره. ناتوی عربی. چند تا کشور عربی. بازم میگن نمیشه. بهشون میگن خیالتون راحت، درست میکنیم. منتها باز اینجا هم یه مشکل وجود داره. مشکل چی؟ مشکل قبلی حزب الله لبنان رو باید حلش میکردیم. مشکل جدید حوثی های یمنی هست. اینا اگر ایران وارد جنگ بشه، احتمال داره اینا به نفع ایران وارد جنگ بشن، باب المندب رو ببندن. باب المندب هم ببندی 40-50% تردد انرژی دنیا به خطر میفته. اون دفعه اسرائیل مأمور شد حزب الله لبنان رو بنشونه سر جاش. این دفعه کجا؟ عربستان، یمن. گفتن دو هفته ای تموم میکنیم بعد ایران رو میزنیم. و الا برای چی عربستان باید بره موشک دانگفنگ 3 بخره که 1000 خورده تا 2000 کیلومتر بردشه؟ برای یمن این که هواپیماش هر جور خواستن زدن که، برای ما داشتیم موشک ها رو میخرید. و ما اصلا انگارم ننگار. خب اگه جنگ بشه چی؟ ایران یه خطری داره. خطر چیه؟ ما اگه وارد جنگ بشه، اسمش جنگ عربستان میشه. این جنگ 8 سالمون. اسمش عراق بود. ما از 18 تا کشور دنیا اسیر گرفتیم فقط. اسیر از یوگسلاوی، اسیر از فرانسه، اسیر از سودان، اسیر از مصر، اسیر از فلسطین، اسیر از عربستان سعودی. همین یاسر تلفات به نفع صدام کمک میکرد، تکتیرانداز میفرستاد. مردم ما درست فلسطین نمی‌شناسن. فلسطین یه بخش جبهه‌های مقاومت داره که بخش غزن عمدتاً. کرانه باختری دست فتحه. مسئولش که بعد از این یاسر عرفات اومد، ابو مازن یه رگه ایرانی بهایی داره اصلاً. توی فلسطینی‌های کرانه باختری اگر تو حرف از مقاومت بزنی، پلیس خود فلسطین می‌گیردت. کلاس‌های قرآن بالای 5 نفره حرف از مقاومت زده بشه، جرم باید دستگیر میشه. من اینو سخنرانی کردم. مردم نمی‌دونن، میگن همه فلسطینی جا. اون بخش غزه است که اینجوری با ما بیچارش کردن. اون طرفو از غزه یه جایی فیلم‌ها هم میاد بیرون، 4 تا دختر فلسطینی دارن میرقصن، بعد به تو نشون میدن میگن کش قصه فلسطین ما را. بعد بدین چی به چیه؟ آیا همه ایران فهم می‌کنن یه نفر خارجی گفت همه ایران حزب اللهی بسیجی یقه بسته؟ نه اینجوری نیستش. یا یه فیلم از پارتی‌های ایران بره بیرون، آقا اینجا رو نگاه کن، این چه خبره ایران؟ اینجوریه. ایران نه اون پارتی است، نه اون یقه بسته است. همینجور آدم داره. ما باید چیکار کنیم؟ عربستان رو میندازیم جلو، باز ما کمکش میکنیم. هواپیما میاد میزنه برمیگرده. کسی با خلبانش کار داره؟ همینطور که فرانسوی‌ها میشستن پشت میراج، میومدن ایرانو بمباران میکردن، برمیگشتن جنگ 8 سالمون. بابا اینو نگی جنگ عراق علیه ایران. جنگ جهانی سوم بود بابا. تمام دنیا با ما جنگیدن، هیچ هم ما نمیدادن. مهم این بود انبارای شاه خالی شد.
حالا اینا به جای انبار شاه دو تا چیز جدید دارن. اسرائیل که مستقیم وارد جنگ نمیشه که حزب الله بگیم اسرائیل رو میزنه، عربستان وارد میشه، میشه اون حوثی ها اونو وزد. این معادل حزب اللهشون بود برای جنگ 2007، متوجه میشید چی میگم دیگه. دو، اینا هسته‌ای شدن، 20% غنی‌سازی کردن. اگر گمان اینو ببرن یه کشور اتمی داره به عربستان کمک میکنه، مثل پاکستان، مثل آمریکا، مثل اسرائیل، ایران به خودش حق اینو میده که اتمی بشه. چرا پاکستان اتمیه؟ چون هند اتمیه، چون هند به پاکستان حمله کرده. وقتی یه کشوری به تو حمله میکنه، شما حق داری تو همون سطح از خودت دفاع کنی. آمی آیلون وزیر اطلاعات داخلی قبلی اسرائیل، شینبت، میگفت ما بررسی کردیم اگر تمام مراکز اتمی ایران رو بمبارانم میکردیم و موشک میزدیم جنگ شروع میشد، اما ایران 6 ماهه به بمب اتم میرسید و اون موقع تمام بود دیگه. ایران به یک بازدارندگی میرسه که دیگه نمیتونستی بهش دست بزنی. چرا؟ چون فلسطین یه جغل جاه، فلسطین اشغالی و نباید میرسید. برای اینکه نباید برسه چیکار باید بکنیم؟ این دست دومش هسته‌ای بود و دست سوم موشک‌هاش، که اینا زمان جنگ قبلی نداشته. اون موقع هواپیمای خوبی داشته، اما هواپیمای خوب اون موقع الان هواپیمای 40 50 سال است دیگه به درد نمیخوره. الان ایران به یه فناوری جدید رسیده، هواپیما میبره اما هواپیما کوچیک‌تره، خلبان هم نداره، اسمش پهباد، و دو موشک‌هاشن. اینم باید بگیریم، یک یمن که عربستان حمله میکنه، دو هسته‌ای مسئولیتش میشه چی؟ بر جام. سه موشکی الان شروع شده. خیلی دارم رو راست دارم حرفامو میزنم. تو برجام هدف چیه؟ خیالمان تخت شود که یک نداشته، دو نمیتواند داشته باشد. سوخت 20% اگر یک بار دیگه تو چرخه قرار بگیره میشه 90 خورده درصد. ما بمب اتم نداشتیم هم نمیخوایم هم، اما سوخت 20% برای ما بازدارندگی به وجود میاد. این اینه که شما میگی من دستگاه فرز دارم، این برم یه تیکه آهن دارم، میتونم اینو تیزش کنم، شمشیرش کنم، اما اینو گشتم کنار. طبق قانون شما تا 40-50% هم میتونستی غنی‌سازی اصلا نگه داری. برای چی؟ برای زیر دریایی ها هیچ اصلا باید کاره. ما باید خیالمون راحت بشه دیگه 20% رو نداره، دقت بفرمایید، و نمیتونه هم بسازه. برای همین برجام اجرا شد، تمام قد اومدن عین یه پزشک بسیار ماهر، ذره یه گوشه یه سلولی بود بیرون کشیدن. جوری ما به برجام عمل کردیم که اونا به مخیلشون نمی گنجید. یا شما آب سنگین غنی‌سازی کم عراق، یا آب سبک غنی‌سازی زیاد، متوجه چی شد؟ دقیقاً ضرب در این از ما گرفتن، غنی‌سازی زیاد و آب سنگینو که هیچ جوره نتونی برسی. متوجه شدید؟ اگر غنی‌سازی پایین میموند اما آب سنگین میبود بازم شما خطر داشتی. آب سنگینو گرفتن، غنی‌سازی زیادو. تو الان با آب سبک و غنی‌سازی کم هیچ کار دیگه نمیتونی بکنی. مونده موشک ها. موشک ها رو باید چیکار کرد؟ یک کاری کنیم فناوری موشکی اینا دوچار شکست بشه. رسما چند وقت پیش اعلام کردن یکی از طرح‌های پنتاگون دادن قطعات خراب و اطلاعات خراب به دانشمندان موشکی ما بوده، که با 10 تا واسطه ایران فکر کنه داره دانشی رو به دست میاره و خبر نداشته باشه که این قطعه خرابه. همین کار تو سانتریفیوژای ما کردن. مثلا ما میرفتیم یه شیر میخریدیم میآوردیم نصب میکردیم، یه سوراخ بسیار ریز داشتیم، باعث میشد مثلا اونجا فشار به هم بریزه میترکید و ما نمیفهمیدیم چرا داره میترکه، و ما کلی خوشحال بودیم، فهم کردیم تحریم رو دور زدیم، شیر سالم به دست آوردیم. نگو اونا فهمیدن ما رو توی پازل قرار دادن، علاوه دارن پول میگیرن بابت فروشمون، دارن شیر غلط هم خراب به ما میدن، قطعات خراب. همین کارو برای موشکی کردیم. دو، کاری کنید از داخل برنامه موشکیشون وقفه درش بیفته، کاهش بودجه ها و نمیدونم فلان این داستان ها، که اینو من نمیگم، نمایندای مجلس دادشون در اومد. آقایون اگه فرمایشی دارن نماینده مجلس ها شاکی بشن،
سه، پیدا کردن شهرک های موشکی و محل دپوی موشکی اینها. اینا کجا قایم کردن اینا رو؟ کی مسئول این کار بود؟ شبکه جاسوسان محیط زیستی. شبکه جاسوسان محیط زیستی در واقع برنامه‌شون این بود که بفهمن شما تو کدوم کویر اینا رو قایم کردی. بهانه هم چی؟ یوسپلنگ. حیوانی هم انتخاب شد که تو سراسر ایران پراکنده است. نکته جالب، ما محله‌هایی داریم در نزدیکی مثلا فیروزکوه، من تا حالا اسم نبرده بودم اینجوری، که اون منطقه موشکی داریم ما اونجا، چون دیگه معلوم شده دارم میگم. مردم اون محل، ما رفته بودیم سخنرانی، میگفتن ما تا سال 92 اینجا پلنگ نداشتیم، از سال 92 پیدا شده. یعنی پلنگ رهاسازی میشد که به بهانه یافتن اون پلنگا اطلاعات موشکی. دوربینا اینا وارد کرده بودن تا 50 کیلومتر زوم داشت. چی میشد که بفهم که اگر حمله در گرفت تو ساعت اول محلای دپوی موشکی ما خورده بشه. دو، وقتی موقعیت های اینا مشخصه، بشه آدم هایی رو داشت تو گروه های چریکی حمله کنن، اونجا رو آسیب برسونن. این بخشی شده جسارتا نمیتونم خیلی بازش کنم. مثلا اتفاقی که تو یه جای افتاد دور بر تهران، دو سه تا هم شهید داد. ببین، یعنی گروه چریکی مسلط بدونه داره میره کجا رو بزنه. خب این یه بخش. یه کار دیگه هم باید بکنم. اگر با این کارم مثلا من 10% موشکاشم از بین بردم، چیکار کردم؟ خرابکاری کردم، جاسوسی کردم، اطلاعات غلط دادم، از داخل مسئولین رو آوردم سر کار که اونها بودجای اینا رو بریدن، تو ساعت اولیه جنگ موشک های من دقیق خورده همون جایی که باید میخورده. یه کار دیگه هم مونده، همون ته مونده موشک های اینها به جای اینکه سمت رژیم صهیونیسته بره، انبار شاه چجور سر صدام خالی شد؟ یه سال نیم اول خالی شد، بعدش ما دیگه چی نداشتیم. انبارهای موشکی ما سر عربستان خالی میشه. ما با عربستان نه مرز زمینی داریم نه مرز هوایی. وقتی زمینی نمیشه هوایی هم نیست دیگه. یعنی ما نمیتونیم زمینی حمله کنیم بهش. دریایی بینمون 50-60 ناو و انگلیسی و آمریکایی و فلان بود. الله اونا بر رد میشده. اینم یعنی جنگ با فرانسه و انگلیس و آمریکا. جنگ علنی ها. میمون هوایی. اون هواپیماهاش از ما بهتره، ما موشکامون. اصلا شخم بزن عربستانه چی به ما میرسه؟ دوتا شهر رو که نمیتونی بزنی مکه و مدینه رو، وگه نمیشه سپاه ابرهه. این فنی بود کار. میمونه ریاض و جده، هی شخم بزن چی به تو میرسه؟ اما او هم یه 200 میلیارد دلار سرمایه گذاری تو پارس جنوبی میزنه، لب دریاست، پتروشیمی نزده داره میرخصه. یه ترقه اونجا همش خودش مواد انفجاریه. صداتو بزنه، کارخونهاتو بزنه، نیروگاه برقتو بزنه و تموم. 50 سال بیافتی اقل. ایران دست و پاش قد شد، نرمالیزاسیون شد. بعد شورش داخلی، این نظام هم میاد سرکار. آخه خیالم راحت شد دست اینا. خب این مستلزمه چیه؟ مستلزم اینه که بعد از برجام فشار دوم بیاد. فشار دوم چیه؟ قطعا روی نظامی گری ایرانه. یک، حضور منطقه‌ای، یمن سوریه، دو، موشک ها. اینا رو من الان نمیگم، 4-5 سال دارم تو سخنرانی میگم، درسته یا نه؟ من بعد برجام نوبت موشک هاست. دو تا مشت داشتیم، این باز شد، این یکی مونده. میگفتم اینا رو یا نه؟ تایید میفرمایید شد یا نشد؟ صاف الان رسما اومدن میگن موشک زیر بالای 300 کیلومتر نباید داشته باشید. من تو 300 کیلومتر کیو میخوام بزنم؟ با کسی دعوا ندارم. من 2000 کیلومتر میخوام که اگه شما دست از با خطاب کردیم من بتونم تلاوی و حیفا رو با خاک اکسان کنم. اون شیشه عمر قول شماست. شما از این که عربستانی 100,000 تا موشک هم رو سرشون بخوره، ککتون هم نمیگه زنگا به درک، میگید مسلمان افتادن به جونم. همون جوری ایران عراق افتادن به جونم. تو از این نگرانی یه دونه یهودی تو اسرائیل کشته نشه. این مرحله چی؟ کنونی ماجراست. این باید همزمانی پیدا بکند عین سال 59 ایران.
سال 59 اختلافات داخلی در ایران شکل گرفت. اول بحث تجزیه طلبی پیش اومده، آذربایجان می‌خواست جدا شه، خوزستان می‌خواست جدا شه، کردستان می‌خواست جدا شه، سیستان بلوچستان می‌خواست جدا شه. مشکل خلق ترکمن داشتی، ماجرای ترکمن صحرا داشتی. همون اتفاق دوباره بعد بیفته. برای اینکه این اتفاق بیفته چی باید باشه؟ این بار بحث اقتصادیه. سال 88 نشون داد با یه تکان اقتصادی میشه 8 توی تکان سیاسی میشه 8 ماه مردم رو چیکار کرد؟ مملکت رو عقب نگه داشت. خودشون میگن قطعنامه 1923 بوده، 1929 رو میگن بعد از این ما اولین قطعنامه تحریمی جوندار ایران. بعد از این تصویب کردیم که دیدیم ایران میشه ریخ به هم. یعنی مسببین این اتفاق تو این تحریم الان تاثیر داره. میگفتیم عجب، تو سال 88 قشر مرفه اینا منتقد بود. باید یه کاری کنیم متوسط و متوسط به پایین هم بیاد وسط. قشر متوسط و متوسط به پایین دغدغه قشر مرفهین رو نداره. اون اصلا دغدغه اینو نداره. چرا عوارض خروج کشور رو بردی بالا؟ چون اصلا خارج نمیره. این رو باید یه بلای دیگه ای سرش آورد. چیکار باید کرد؟ معیشت. نعل به نعل این اتفاق داره پیش میره. با آدم‌هایی که در داخل دارن. وگرنه نشدنیه. یکی داره گرا میده میگه اینجا رو بزن. بنابر این میشه که با برجام ما یه دستمون رو خالی کنیم، بگیم قول بهت میدیم به حضرت عباس هستیم نداریم و نخواهیم داشت. اینو خیالشون راحت کنیم که پول بگیریم اقتصادمون رو درست کنیم. دستمون رو خالی کردیم، پولرم نداد. گفتیم نامردیه. گفت آره نامردیه، زورم میرسه خفه شو. گفت یا نگفت؟ تحریما را هم اوباما شروع کرد، نه ترامپ. ترامپ راه اوباما رو پیش رفت. الان یه سری مریض پدر سوخته تو این مملکت هم دارن میگن ترامپ با اوباما فرق داره، ترامپ با آمریکا فرق. تحریما را اوباما شروع کرد. یک، دو، اینجا رو دقت بفهمید. کنگره آمریکا داره اینا رو تصویب میکنه. اون که دیگه مجلسشونه که، به رئیس جمهور ربطی نداره که. مجلسشون نل به نل داره جا پای رئیس جمهوراشون میذاره. قطعنامه تحریمی ما تو کنگره آمریکا فقط یه دونه مخالف داشته. انتقال پایتخت آمریکا از تل آویو به بیت المقدس، سفارت آمریکا که کلی هم سر صدا کرد. تو مجلس ما رأی گیری شد، یه بیانیه دادن دیگه که کار زشتی دارید میکنید، این کارو نکنید فلان. 15 نفر مخالف داشت. تو مجلس ما، تو مجلس آمریکا تحریمای ما یه دونه مخالف داشت. با برجام هسته‌ای رو گرفتیم، پول ندادیم، 5 سال کشش دادیم. تو این 5 سال متوجه شدیم با آدمایی که تو داخل سر کار اومدن که چطور ایران تحریما رو دور می‌زده. اون سوراخ‌ها رو بستیم. متوجه چی شد؟ پول که ندادیم، هسته‌ای هم خیالاتمون رو راحت کردیم، 5 سال هم وقت داشتیم، قشنگ گشتیم کجاها داریم. FATF غیر مستقیم توسط دولت داره انجام میشه عزیزان، نگران نباشید. سال هاست بخشایش داره انجام میشه، اونا میگن قانونیش کنید. اما با این وجود مثلا ایران، خوب دقت کنید اینجا، من اینجوری یه جا جامعه من تا حالا هیچ جا حرف نزده بودم. مثلا ایران تو دوره قبلی تحریم ها، ایران تو دوره قبلی تحریم ها در مقابل تحریم غذا جواب داده بود. بلا فاصله زمانی که اینها اومدن سر کار گفتن ما گندم نباید بکاریم، خودکفایی مزخرف است. هندونه نباید بکاریم، گوجه نباید بکاریم، خیار نباید بکاریم، منم قبول دارم، اما گندم خودمون باید بکاریم. برای همینی که من رایفی پور تمام قد پشت سر وزیر جهاد آقای روحانی در اومدم، میگم حمایت کنه تولید داخلی. و جالب، دستهایی به زور میخوان اینو استیزایش کنن با تمام نقدایی که بهش دارم به خاطر گوشت 100 تومن و چه و چه و چه. اما یه چیزی بالاتر دارم میبینم. هر چیزی رو تو این مملکت دیدید خوب رسانه‌ای شد، کار ما نیست. ما ارزه‌ای کار رسانه‌ای نداریم. یک، فرزند کمتر زندگی بهتر. فهمیدیم چه گندی زده بودیم. دو، ماجرای یوسپلنگا. یوی کل مشکل مملکت شد چی؟ یوسپلنگ. از ورزش ما رو پیرهن تیم ملیمون اومد یوسپلنگ،
تا تو سریال پایتخت، تا تو برنامه خندوانه. درست شد؟ اونها بلدن تو این کشور یه کاری کنه کارت پیش بره. همونطور که فرزند کم تا زندگی بهتری یه کاری کردن، از تلویزیون میگفت تا درس جمعیت تنظیم خانواده دانشگاه، تا وازکتومی رایگان وزارت بهداشت. مورد دوم، آب هست ولی کم است. این هم تو برنامه تلویزیون تر قطره به قطره، خونه به خونه، شونه به شونه، چی چی بگیر، تا تبلیغات مسابقات والیبال، همه جا آب هست ولی کم است. همه تون شنیدید آب کم بوده، همیشه کم بوده توی مملکت. 2500 سال ایرانی ها استاد مدیریت آب است. آب هست ولی کم است غلطه. آب هست ولی ول است. ما بحران آب نداریم، بحران مدیریت آب داریم. آب هست اما کم است. من هدفش چی بود؟ اومدن گفتن میدونید آب شما رو کی داره میخوره؟ گفتیم کی؟ گفتن کشاورزی. ما نباید کشاورزی کنیم، باید وارد کنیم. یه جناب آقای دکتر عراقچی که مذاکره کننده سیاسیه، همون برجام الحمدلله انشالله به عنوان نشان افتخار بتونن این بزرگواران جمعش بکنن، اومده میگه ما از قزاقستان باید گندم وارد کنیم. سرچ کنید بگید رایفی پور چرت و پرت داره میده، سرچ کنید ببینید به حسنه. ببینید آقای کلانتری رئیس محیط زیست اومد گفت خودکفایی مزخرف است یا نه. بعد نتیجه چی میشه؟ تو گندم رو که اونجا وارد کنی، همون ترکمنستانی که گاز قطع کرد اون زمستون رو ما، قزاقستان هم به فرمان آمریکا گندم رو قطع میکنه. منتها گندم دیگه گوجه خیار نیست، نون مردمه. مردم باید ببرن از این انقلاب، این باید همزمان باشه. ما هر جوره بوده تحریما رو داشتیم دور میزدیم، چون سخته. یک کشوری که 80 میلیون جمعیت داره، 80 میلیون جمعیت داره و سالها ارتباط داشته با دنیا رو بتونی ببندی. صرافی ها این مویرگ عمل میکنن، تو میتونی شارگ رو ببندی، اما یارو میدونی چیکار میکنه؟ میگره تو چین یه نفر پیدا میکنه، میگه آقا هر کی به من پول خواست بده من تو رو میشناسم، ما با هم ارتباط داریم، اعتماد داریم، تو هر چی میخوای چین پول بدی میدی به اون، هر چی ایران بخواد پول بده میده به این، با هم حلش میکنن. اینو بعد چجوری میبستیمش؟ شما جا خارجی ها چیکار باید بکنید؟ باید بگید این کار غیر قانونی پولشویی. چرا تو میتونی تحریم دور بزنی؟ پدر سوخته، این کار غیر قانونیه. حالا آمریکا بگه غیر قانونی، این گوره پدرت. نه نه نه، خودت بگو غیر قانونیه که با قانون خودت باش برخورد کنم. درست شد؟ اینم مقابله با پولشویی، FATF CFT که الان دعواشو تصویب شد. بابا اینا بابا بشنوید، به قرآن این فیلم پخش میشه، 50 سال بعد میگن اون مردم دیوونه بودن، اینا رو میشنیدن رگ گردنشون نمیزد بیرون. رئیس FATF رو نشوندن تو جلسه هیرینگ کنگره آمریکا، بهش میگه که آقا جون ایران بازم تحریم رو دور خواهد زد، همونجوری که دور میزنه. با خیالتون راحت نباشه، یه کاری داریم میکنیم از داخل، قرار خودشون جلوشو بگیرن. مسببین این امر در داخل چیان؟ ما شرکت هایی داشتیم در برخی از شرکت های دیگمون، نمیفهم چی میگه، یعنی چی شرکت هایی داشتیم؟ مثلا مثل شرکت نفت که تو 30-40-50 تا کشور دفتر خرید و فروش داشته. این شرکت ها با بازار اون کشورها آشنا شده بودند و میتونستن تحریم دور بزنن. اون شرکت ها با یک امضا لغو شدن، منحل شدن توسط خودمون. تا همینجا ای کاش یه روزی مثل همینا وقیح می بودم، اون چی رو که می دونستم می گفتم. اما حیف که امنیت کشورم می بینم، میگم که باید امنیت تو کشورم، جو نباید به هم بریزه، هزار تا نکته رو باید لحاظ کرد، اما حیا ندارن اونا اصلا، هیچی براشون مهم نیست. که ببینید که همزمان چه فشاریه. آقا جون نقدینگی کشور از 450 هزار میلیارد تومان تا تو سال 92 رسیده به 1620 هزار میلیارد تومان تا الان، این کار آمریکاست؟ پول بابا دلار گرون نشده، به چه زبونی بهتون بگم؟ ریال بی ارزش شده، ریال ارزشو در مقابل همه چی داره از دست داده.
تو چی اول بروز داره؟ توی ارز، طلا، زمین. چون ایرانی ها بیشتر روی اینا بزومن. شما تا یه پول دستت میفته چیکار میکنی؟ میگه برم طلا بخرم، برم سکه بخرم، برم زمین بخرم، برم ارزی بخرم، دلار یورویی. درست شد؟ تو اینها زودتر بیرون زده، تو بقیه جا میزنه بیرون. این خط، این نشون. 2 سال پیش تو این دفتر اون بچه‌ها اینجا الان هستن، گفتم خودتونو برای پراید 50 میلیونی آماده کن. 2 سال پیش میگردم سخنرانیاشو پیدا میکنم میذارم به کانال. اینجوری شد. آقا تایید میفرمایید؟ تایید میفرمایید. پراید 50 میلیون گرفتیم آره شوخیمون. نه آقا، پراید نیست داره گرون میشه. ریال اومده پایین، پراید هم داره خودشو تطبیق میده با قیمت جدید ریال، به جایگاه جدید ریال. اول روی خودروهای دلاری اصل میذاره. خودروهای دلاری چی؟ پورشه، بنز، بی ام و، که فقط با دلار میاد. بعد روی خودروهای دلاری ریالی اثر میذاره، مثل ال90. بعد روی خودروهای ریالی سمن، پراید، از هر من الشمس برابرد. اینا دست ترامپ نیست، اما یک جریانی میخواد بگه مردم دست ترامپه که برجام 2 رقم بخوره. تو چه گندی زدی تو اون اولیش که میخوای بیاد 2ش برام سر CFD آوردن سر برجام، تأکید کردن کری گفته تضمین آمریکا آبرو خودش رو نمیبره. برید صحبت آقای دکتر رفیق ما تو مرکز مطالعات آمریکا فؤاد ایزدی، با آقای دکتر ظریف ببینید. آقای فؤاد ایزدی میگه یه بابای تو توی آمریکا به اسم ترامپ گفته من بیام برجامو پاره میکنم. اون موقع چه تضمینی داری؟ آقا مگه میتونن پاره کنن؟ این حرفا یعنی چی؟ کسی مگه کردن آقا جون؟ کی میخواد جواب بده؟ جواب این همه شکم گشنه رو کی میخواد الان بده؟ اونی که تضمین داشت اینجوری لغت زدن زیرش. CFT و FATF رو میگن تضمین هم نمیدیم. داخلی همون میگن آه؟ این کانال مالی که اروپا باز کرده چیه؟ به زبون سادهش بخوام برای شما بگم اینه. اروپا میگه که آی کسایی که از ایران نفت خریدید، پولشو به ایران ندید، میدید من اروپا میدم به ایران. چجوری میدم من به ایران؟ اینجوری میگم ایران پولتو میخوای؟ مگه تو نمیخواستی دارو وارد کنی؟ چرا؟ دارو و غذا وارد کن، پولت اینور بمونه. پولی دست تو رو عملا نمیگیره، فقط تو نفت دادی چی گرفتی؟ غذا و دارو. جسارتا این جز برنامه نفت در برابر غذای عراقه؟ ها؟ قرار بود اینا حل بشه دیگه. این سخته، این اتفاقا داره میام. من نمیتونم بپذیرم خانم 50-60 ساله بیاد جلو منو بگیره زار زار بزنه زیر گریه بگه 6 ماه ما گوشت نخوردیم. ای شما غیرت نداری، من شب خوابم نمیبره، دیوونه میشم. به امام زمان شبای هست من تا صبح نمیخوابم، 1 دقیقه نمیخوابم. همینطور میشینم فکر میکنم میگم خدای چه کاری از دست من برمیاد؟ من جز که حرف بزنم چی کار میتونم بکنم؟ نه مسئولیتی دارم، نه هیچی، نه رسانه‌ای دارم، نه اون صدا سیمای خراب شده منو راه میدن، نه جای دیگه. یارو میره برای 50 میلیون شبهه میندازه، من بعد برای 500 نفر جواب بدم. صبح تا شبم تخریب، تقطی میکنن، کلیپاتو میذارن، خدایا بس دیگه خسته شدیم و نمیدونم. مردم که این بابا اینو ولش کن، تختش کمی من خدا معلومه چی میگه. گفته نمیدونم شلوارلی جینه جنه، نمک رو میریزی توی غذای اربعین میدن اربعینی ها بخورن. تو رو با 1 دقیقه تو اینستاگرام میشناسه بنده خدا، 1 دقیقه های فنی تولید شده. بعضی از این کانالایی که به اسم ما هست و ما فقط میگشتیم به اینا بگیم جون مادرت، اون که مال ما که نیستی، هیچی از من نذار. قشنگ برنامه ریزی شده یه تیکه از تو میذاش که با خاک یکسانت کنه. دم عید نوروز، رایفی پور عید نوروز کیلو چنده؟ عید قدیر، عید ماست، کلی بهت فوش بدن. سخنرانی مال اون سال نیست، مال یه سال قبل تره. گشتی پیدا میکنی اولین بار کجا گذاشته، میینه عجب، وابسته به نهادی خاص است. اون کانال پولش از یه جا دیگه داره میگیره.
خیلی واضحه. 5 سال 6 سال پیش برانکو داشته از ایران میرفته، گفته مالیاتمو نمیدم، همینی که هست. شاکی شدی 5-6 سال پیش گفتی که آقا تو بیخود کردی، گفتی من مالیاتمو نمیدم. خودت پرسپولیسی ها میگی این حرفی حرف اشتباه، یعنی چی مالیاتتو بده؟ کارگر بدبخت ما مالیات ازش میگیرن، کارمند ما قبل اینکه حقوقش واریز بشه ازش مالیات کسر میکنن. این توهین به قوانین کشور منه. میذارن 6 سال بعد به وقتش میذارن رو اینترنت. پرسپولیسیا فوشت میدن، استقلالیا فوشت میدن. خب الحمدلله یه جماعت که کلا فوتبالی اینو گشتنش کردن. کسی نباید این حرفا رو گوش کنه. درست شد؟ اینه. ماجرا اینه، اینجوری داره پیش میره. بنابراین از داخل مردم که قاطی کردن این سال 59، اختلافات سیاسی هم تو مسئولین ظاهر شد، لیبرالا و اینا، دعوا بنی صدر، این ماجرا، یهو یه خری مثل صدام پیداش حمله کنه. این بار اون خر کیه؟ ناتوی عربی. سلاح‌ها رو بهشون دادن، همه کاراشون آماده، مانوراشون رو برگزار کردن. تمام اینا رو ما داریم رصد می‌کنیم. مانورای مشترک F-15 و F-35 رو داریم رصد می‌کنیم. که اینا مشترک دارن با هم مانور انجام میدن. رادارهای این در اختیار اون هواپیما داره قرار میگیره. چی شد از سال 93-94 یوی رهبری اومد تو مملکت گفت آقا نفوذ، نفوذ. ببینین چی نفوذ از اول انقلاب بود. کی بود با بمب گذاشت توی نخست وزیری؟ کی بود بمب گذاشت تو دفتر حزب ریاست جمهوری؟ کشمیری کلاهی، اینا لو رفته هاشن. اونایی که کشمیری و کلاهی رو آورده بودن اونجا هنوز هستن. اما چرا یهویی گفت نفوذ؟ چون منظور این بود شبکه نفوذ و ساختار نفوذ دیگه داره علنی کار میکنه، دیگه تابلو داره به خط میزنه. همین شبکه محیط زیستی که دستگیر کردم، همون آقای جیسون رضاییان، یکی از برنامه های اینا کار روی شبکه آب تهران بوده که بتونی یه کاری کنی 3 روز آب تهران قطع بشه. 1 ساعت برق قطع باشه، آب قطع باشه تو تهران، یارو بستنیاشو ریخته بیرون، اون یکی لبنیاتش. چی شد امسال قطعی برق داشتیم؟ ما دیگه نیروگاه‌های فسیلیمونو گسترش ندادیم. چرا؟ چون معاهده پاریس رفته امضا کرده حاج خانم. معاهده پاریس ایران پذیرفته تا 4% رو انجام بده، تا 17% هم تا 12% هم سعیمونو میکنیم. 4%ش 17 میلیارد دلار به ما ضربه اقتصادی میزنه. با دلار جهانگیری حساب کنی حساب کار دستت میرسه، چه برسه با دلار 14 تومن واقعی. ببینیم چی هم آمریکا به من چه. ترامپ لغت زد از معاهده پاریس اومد بیرون. روسیه گفت من 2019 تازه اینو میبرم تو دوما تو مجلسمون بررسیش کنم. دیوونه هم چه چیز امضا کنم؟ عربستان گفته من، عمان گفته من سعیمو میکنم. بعد گفتن سعیت چی بوده؟ گفته 3 جلسه برگزار کردیم با هم ببینیم چیکار کنیم. سعی من این بود. عربستان گفته من کاهش دادم، چجوری سعی در آینده کاهش میدم؟ رفته گفته من 500 تا نیروگاه بخاری چیز میخواستم بزنم فسیلی، 300 تا میزنم. مثلا میتونست بگه 700 تا میخواستم بزنم، 500 تا میزنم. 200 تایی رو که نزده بود از اول رو هم و نمیخواسته بزنم تو آمار آورده بالا، گفته نمیخواستم بزنم. تازه این که گرم شدن کره زمین مرتبط با دیوکسید کربن باشه خودش چیه؟ رو حواس خیلی تو دنیا قبول ندارن. عامل اصلی گرم شدن کره زمین بخار آبه. اگر به فرض اون درصد خیلی کم 4-5% گازهای گلخانه‌ای باشه به غیر از بخار آب، از اون درصد کم 4-5% 95% اینو طبیعت تولید میکنه نه آدم. 5% که اگر مال دیوکسید کربن باشه، اینا اومدن طرحی رو امضا کردن که مونوکسید کربن رو کم میکنه. فرق دیوکسید کربن و مونوکسید کربن اینا نمیدونن، یا هم میدونن، من میدونم اونا نمیدونن. طرف گفته 4% 17 میلیارد دلار، 12% 51 میلیارد دلار. طرف این وسط این کرده یارو، اینقدر شوته
من بخوام آقا من قول میدم بهره‌وری تو این سالن داشته باشم، مصرف گاز تو این سالن بیارم پایین، میخوام 50% بهره‌وری داشته باشم، چیکار میکنم؟ اون دو تا درو میبندم. هزینه ای داشت؟ نه. اما بخوام 50% دیگه افزایش بهره‌وری داشته باشم، این دیگه هزینه‌اش زیاده. چرا؟ چون دیگه دره رو بستم. الان چیکار کنم؟ شیشه‌ها دو جداره کنم، بیام دو تا دستشویی این تو بزنم، بگم آقا برای دستشویی در اونجا رو باز و بسته نکنید. حتی اینم نمیفهمیدن، برداشتن 17 میلیون زرد 3 کردن. یعنی اینو به دانشجوی سال اول ریاضی، نه به بچه اول دبیرستان ریاضی خونده بگی میفهمه. بعد اینا متخصصن، اینا اهل تدبیر در کارهان. مردید بیا جواب بدید، 5 سال 6 سال پیش بنده گلوم جر خورد، یقه جر میدادم آقا آب شیرین کن تو خلیج فارس، آب شیرین کن، آب شیرین کن. خانم ابتکار میگفت آب شیرین کن اونجا بزنیم خلیج فارس آب شور میشه. عربستان آب شیرین کن زد، امارات آب شیرین کن زد، کویت آب شیرین، بزرگترین آب شیرین کن دنیا رو زدن اونجا. فقط مال ما مشکل داره، اونا اگه برن آب شیرین کن بزنن ایبی نداره. تازه دو ماه پیش آقای روحانی اومده بعد 5 سال 6 سال میگه یعنی چی با یه مقاله رفتید پیدا کردید آوردید میگید نباید آب شیرین کن زد؟ ما لازم داریم، ما بالامون آب، پایینمون آب، بعد استفاده کنیم. میگم عزیز من که نمیگفتم داداش، معاون خودت داشت میگفت داداش اشتباه داری میزنی، من نبودم، اون یکی دیگه بود. منتها کسی با اینو کار داره؟ رفته تو کانالش گذاشته انشالله در دادگاه صالحه جواب رائفی پور رو خواهیم داد. الان هدف اینه. ببینید آقا جون، الان دیدید بعد میدونید با این بالا رفتن نرخ‌ها، اینجوری بگین بالا رفتن نرخ‌ها و کاهش ارزش ریال در مقابل همه چی، اول تو این چیزای شاخص خودشو نشون داد، بعدن یعنی گاهی مثلا 4 تا اینجا نقطه است تو اینا نشون داد، بعد بین اینا پر میشه. درست شد؟ 2/7/92 آقای دکتر روحانی، 2/7/92 رئیس جمهور نیست، رئیس جمهور محموده، عاشق حسن آقا هنوز نیومده. میگه آقای احمدی نژاد نقدینگی کشور رو 68,000 میلیارد تومان گرفتی، تو این 7 8 سال رسوندی به 450,000 میلیارد. 68,000 به 450,000 میلیارد، اینم کار تحریمه؟ سوال من 30 بهمن 97 عاشق حسن آقا نقدینگی رو 450,000 تحویل گرفتی، رسوندی به 1,600,000 میلیارد، نه تو 8 سال، تو 5 سال، اینم کار تحریمه؟ نه آی مردم، اما شما بهتون بگن کار تحریمه که بریم با برادر با این کله زردن ببندیم. منتها این کله زرده بنده خدا هسته‌ای رو گرفته، این دیگه شروط 12 گانه پومپئو، هیچی ازت نمیمونه، خروسخندی میدن دستت میگن لیست بزن. چه ایرانی؟ ایرانی که 40 سال جلوشو گرفتیم انقدر جیگر داشته رسیده به مدیترانه، 7 تریلیون دلار خرج کردیم، هیچ غلطی نتونسته بکنیم. از افغانستان تا مدیترانه تنها کشوری که میتونه خاورمیانه رو زمین بگیره فقط ایرانه. خود ترامپ میگه قبلیه من یه کاری کرده بود ایران 12 دقیقه میتونست خاورمیانه رو بگیره. منظورش از 12 دقیقه فرصت رسیدن موشکای ما برای زدن یه جایی بود و بحران که اونجا رو میگرفت و اینکه نیروهای نظامیش برن. نیروهای نظامی کار کشته 6 سال جلو حیوانایی مثل داعشیا جنگیدن. درست شد؟ و دوگانه درست کردن تو دل این ماجرا تا مردم، بعد برای اینکه بتونی کارو پیش بری فقط باید مردم رو گیج کنی، هیچ کاری دیگه، فقط مردم باید گیج بشن. داداش ما بچه بود خیلی شیطون بود، مخصوصا وقتی میخورد به تور پسرخاله و پسردایی و اینا اصلا یه موجود دیگه میشد. خونه با بزرگم اینا بودیم، یه روز دیدیم اینا دارن میان و یه مار تو دستشونه، بعد ماره رو آوردن انداختن تو حوض آب. ماره بنده خدا این سکته ای ها شده بود، نمیتونست شنا کنه، یه وری شنا میکرد. گفتم اینو چیکار کرد؟ گفت تو رو فقط میچرخوندیمش، یعنی قلاب سنگ. الان مردم باید اینجوری کرد، فقط به چرخون اصلا گیج شدن، بخریم نخریم بفروشیم، الان بریم پیرا پیراج باز کردن 4 دقیقه بسته شد، پر شد. ما
متوجه شدی؟ بعد فقط اخبار داد بیداد این طرف، آی آقا چی شده؟ علم الهدا اینجوری گفته. علم الهدا چی گفته؟ این طرف امام جمعه کرج اونجوری گفته. این طرف اون آقا میدونستی حوزه علمی فلان جا 5 میلیارد تومان بودجه؟ آقا جون مادر اخوندا اونجا رو هم ول نکردن. اون طرفو داری، اما از چی غافل؟ از این که سیستم بانکی زیر نظر بانک مرکزی، زیر نظر بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی آقایون روزی 1000 میلیارد تومان داره تولید نقدینگی میکنه. ما یه سری از آمارا رو از رو بانک مرکزی برمی‌داشتیم تو سخنرانی‌ها میگفتیم، اخیراً بخشنامه کردن آمارا رو بانک مرکزی هم نمیذارن. فهمیدیم یا بابا اینا چرا میذارید اینا برمی‌دارن میرن اینور میگن روزی 1000 میلیارد تومان. آقای نوبخت عزیز بزرگوار، برنامه‌ریز ابر برنامه‌ریز کشور، ایشون میگه من شب یاریز یارانه ها عزا میگیرم. شنیدید یا نه؟ میگه دولت شب ماهی چقدر یارانه مگه شما میدی؟ 3.5 میلیارد تومان. سالش میشه 39000 میلیارد تومان. جهنم و زلر 40000 میلیارد تومان. پول 40 روز تولید نقدینگی بانکای کشوره. تو برای 365 روز سال عزا نمیگیری؟ بودجه دفاعی کم شه، بودجه بسیاری از ادارات کم شه، بودجه شرکت‌های دولتی بزنه بالا. چرا؟ چون بودجه شرکت‌های دولتی رو مجلس بررسی نمی‌کنه. چند هست؟ هیچ داداش، اشتباه نکنه برید چک کنید. 1200000 میلیارد تومان. بعد ملت رو میگن داداش اون 5 میلیارد در دیدی اونجا؟ چرا؟ چون مردم رو روحانیون حساسن. ببین جماعت المصطفی چقدر پول داره. مشاور امنیتی آقای روحانی، آقای آشنا، که امروز با حرفایی که داره برای من میزنه بسیار برای من غریبه این آدم. یه روز معاونت ویژه وزارت اطلاعات بوده زمانی که پدر خانومش وزیر اطلاعات بود، آقای دوری نجف آبادی، ایشون میره توی دانشگاه میگه آی بسیج جاها دارن سری بودجه ها میگیرن. بعد بهشون چه اینجوری میکنه؟ میگه آقا دانشجو اینجوری گفتم ما هم جواب گرفت دیگه. نه تو آدم جوابگیر نیست، تو میدونی داری چی میگی، تو خوب میدونی چی داری میگی، تنها کسی هستی که خوب میدونی تو این دولت چی داری میگی و دقیق میگی. مثل همین ماجرایی که 30 تا از بچهای این مملکت رو پرپر کردن لب مرز، توییت زده که ما انتقام نباید بگیریم، رئیس جمهور میگه باید انتقام بگیریم، مشاورش میگه نباید بگیریم، ما با کدوم دایره کدوم میگیتون برقصیم؟ این پالسو که بفرستی به دشمن که کسایی هستن تو ما که میگن انتقام نمیگیریم دیگه، یعنی داداش بزن. بزن یال تخت چه معنی داره؟ چه باید کرد؟ کاری که باید کرد اینه، مردم رو روشن کنید. تولید کننده نیستی؟ توزیع کننده که هستی؟ دعوا نمیتونی بکنی؟ کت که میتونی نگه داری؟ 5 میلیون آدم پاکار تو این مملکت نیست؟ 5 میلیون آدم به پیر به پیغمبر از چپ و راست کف پای اصلاح طلب و اصولگراتون رو میبوسم. آدم های سالمی که تو همه حزب ها هستید و قاطی این کسافتکاری ها نیستید، بیایید وسط. 5 میلیون آدم پاکار بی ارزه باشن، سالی یه نفر رو هر نفر توجیه کنه. سالی یه نفر، ببین چی گفتم، یه چیزی بشه. پسردای توجیه نیست، یک سال براش وقت بذاره. دیگه مگه که اون ابو جهل باشه تو قبول نکنه؟ یه سال گفتم استدلال براش بیار، عدد و رقم. 4 سال بعد شما 25 میلیون نفرید، درسته یا نه؟ عدد تخیلی هم نگفتم، داداش سالی 50 نفر رو برگردون. نه 50 نفر واسه شما نیست، 50 نفر واسه ما هاست که تریبون داریم یه خورده، حالا 4 تا تو اینستاگرام صداون پخش میشه. بنابر این بود تابستان داغ باشد، نشد زمستان سخت باشد، نشد میذارم برای بعد عید. با این روند گرونی های تو راهه، با این روند گرونی های تو راه. پری روزای دکتر روحانی در سفر به هرمزگان یه نکاتی فرمودن خیلی جالب بود برای من. فرمودن قاچاق به خاطر ارزونیه، اینکه یه چیز از ایران داره قاچاق میشه یعنی ارزونه. راست میگن، منتها یه بخشی از راستو میگن.
بله اینجا گوشت گوسفند به دلار ارزونتره، به دلار حساب کن، تو عراق گرونتره، میره اون طرف. بله اربعین رفته بودیم یه دونه نون میخریدیم با یه دونه ماست میشد 20,000 تومان. میدونیم چه کاری کردید تو مملکت، بله میدونیم چه گلی کاشتید، خبر داریم، قبول. اما عزیز من اون کسی که برای ما ارزون نیست، برای خارجی ارزونه، چون او درآمدش از ما بالاتره، او واحد پولیش ارزشمندتره. آقا او به دلار حقوق میگیره، ما به ریال حقوق گرفتیم، به ریال هم باید خرج بکنیم. هر موقع شما به دلار حقوق دادی از این چیزا از ما بخواه. اینا میخوان مقایسه کنن قیمت خودرو رو، نمیدونم با کجا مقایسه میکنن. دیدید همه چی رو میگن تو کشورها قیمت خدمات درمانی. آقا پس چرا درآمد رو برمیداری با بولکینافاسو سفلا حساب میکنی؟ درآمد هم با همون کشورها حساب کن. متوجه شد چی میگم؟ یه دینار عراقی 10,000 تومان منه، درست شد؟ او به دینار حقوق میگیره، معلومه ریال من براش میصرف ارزونه، معلومه عراقی بیاد اینجا هرچی خرید بکنه براش ارزون میفته. مرحله بعد از شکست بیارزش کردن پول ملی کشور، فرار کالاها و خدمات از ایران به بیرونه. متوجه شدید چی میشه؟ اینی که شما میگی قاچاق گوشت، من به شما میگم قاچاق گوشتی که اولین کسی که تو کشور گفت خود بنده بودم، مؤسسه ما گفت، برید سرچ کنید، اولین کسی که تو کشور گفت دارن دام ماده و میشها رو دارن قاچاق میکنن، تا بوده تو تاریخ کشور گوشت نر از گوشت ماده گرونتر بوده، گوسفند نر، درسته؟ برای اولین بار گوسفند ماده گرونتر شده بود. یک جریانی در کشور داشت گوسفندهای ماده رو میخرید میفرستاد اونور. این یعنی چی؟ یعنی تازه سال دیگه اینا که میخواستن بزان نزایدن. شما کاری کردید بی ارزش کردید، این بی تدبیریه. تو این مملکت همه اسما چپ چلاقه. مدرسه غیر انتفاعی یعنی پولی نباید انتفاع نداشته باشه، 7-8 میلیون ازت پول میگیره. سیم کارت اعتباری یعنی باید تو اعتبار داشته باشی پیشش، یعنی قبل از اینکه پول بدی زنگ بزنی بعدن پولش رو، اینجا باید اول پول بدی بعدن زنگ بزنی. یکی دیگرش هم همین تدبیر و امید بود، که نه ما تدبیری دیدیم و نه امیدی. فکر نکنید این حرفا رو زدن ساده سا، یه جا میخوام برم سخنرانی 60 مدل کنسلش میکنن، میرم جلو در دانشگاه سخنرانی، جلو در دانشگاه نیم ساعت 40 دقیقه نگرم میدارن، حراست در اونجا. تو میدونی رایفی بور اینجا تو سالنش هماهنگ شده سخنرانی داره و حراست دم در نگرم. خب فامیلت، کارت شناساییت، کارت ملی خورده کنه است، کارت شناسایی دیگه داری؟ برای چی؟ برای اینکه بهت بر بخوره برگردی. برمیگردن دیگه استادا هم چین فکر میکنن کیان. امام حسین وقتی داشت میرفت تو راه میگفت بذار یه نفرم روشن کنم، یه نفره. خیلی سخنرانی های یه نفره دو نفره داره امام حسین. آقایون سخنران، آقایون منبری ها، روحانیون، آخوند ها، دکتر ها، دانشگاه ها، میگفت دو نفرم غنیمت. اینجا سریع به پرستیجمون برمیخوره، به قوامون برمیخوره، همین کار میکنی قهر کنی بری. اون تا ما هم کرگدن پوسکلوف وای میستیم گم محلش میکن. زنگ میزنیم به برگزار کننده میگیم داداش بهشون بگو دم در نگرم داشتن، اگه دوست دارید بشینید من سعی میکنم، من میام اگه شما نرید. جا بوده سخنرانی دو بوده، دوی بعد از ظهر 5 رفتم تو جلسه، خیلی پر رو هم و بچه هم دمشون گرم، یه نفرشون نرفته بود. همینطور نه آقا اینا نمیخوام بر من بگیم، ما مخلصیم، نمیخوام اینا بر من دست نزنید، نمیخوام. برید بگید ما بعد ما هر چی کشیدیم از ندونستن مردم، روشن کنید مردمو. مگه نمیگفتی دلار 5 تومن میشه اگه به من رأی ندید؟ راست گفتید، چون 5 تومن نشد 14 تومن شد، ظاهرا فقط عدد 5 ایراد داشت. مگه نگفتید پاسپورت ایرانی ارزش پیدا میکنه؟ کو همینجوری که زن ایرانی تو گرجستان لختش کردن،
همینجوری که یه کاری کردن کشور عربی برای ما کری میخونن، اینا که جرئت میکنن این حرفو بزنن؟ ببین چرا عقب نشینی دشمن ببینه میگه این ترسیده، هی پروتر میشن، کینه هم دارن، دارن خودشون نشون میدن. آقای دکتر عزیز، به پیر به پیغمبر، من نه با دولت قبلی فک و فامیلم، نه با بعدیش احتمالا، چون فک فامیل ما کسی نیست بخواد بیره رئیس‌جمهور بشه، خودمونم قصد، من اینجا اعلام میکنم من انتخابات نمیخوام شرکت کنم، الان میگن برای مجلس دارین حرفا رو میزنن، نه به والله العظیم نخواهم آمد. ببین چی گفتم، والله العظیم به فاطمه زهرا نخواهم آمد، بحثم انتخاباتی نیست، اصلا نخواهم آمد که شما باور کنید این حرفا رو از صدق نیت میزدم، که فردا نگید این حرفا رو میزد واسه انتخابات. متوجه دلیل نیامدنم این؟ شما میفرمودید من حقوقدانم، سرهنگ نیستم، حقوقدان میره کارو حقوقی میکنه، من بلدم، اهل مذاکرم، اهل هر. الان داری میگی تنگه هرمز رو میبندم. بله این حرف سرهنگا نیست، حرف سرداراست، یه درجه بالاتر، حرف تیمسارا و سرتیپاست. بچه حرف اینا رو داری میزنی؟ اینا حرفای قاسم سلیمانی بوده. یا از ما نفت میخرید یا نمیذاریم یه قطره نفت اینجا بره بیرون، یا نمیذاریم کسی دیگه هم نفت بفروشه. میرین چی؟ یعنی عربستان حق نداره نفت بفروشه، عراق حق نداره بفروشه، عمان حق نداره، قطر نداره. این یعنی اعلام جنگ با این کشورها. همین حرفو خدا شاهده کسی دیگه زده بود چیکارش میکرد؟ ها؟ انصاف داشته باشه، مورد شو چپ و راست این مملکت رو ببره، مثل خال زنک ها افتادن تو دعوای چپ و راستشون. بابا چرا نمیفهمید احمقا، مردم وقتی راجع به قاجار صحبت میکنن نمیگن ابراهیم خان کلانتر دوز بود، میگن قاجار دوز بود. مردم راجع به پهلوی حرف میزنن نمیگن هویدا دوز بود یا محمد علی فروغی دوز بود، میگن پهلوی ها میدوزیدن. چرا حالیتون نمیشه؟ مردم خواهند گفت اینایی که به اسم شیعه و به اسم امام زمان اومدن حکومت تشکیل دادن دزدن. مردم چپ و راستتون رو تشخیص نمیدن، مردم فرق روزنامه شرق و از خبرگزاری مشرق، از منتهی چپ تا منتهی راست رو نمیدونن. برید بپرسید بگو روزنامه شرق مال کی، همچه نگاه میکنن. مردم تو توییتر نیستن، توییتی هم بخواد بین مردم دیده بشه باید اسکرین شاتش گرفته بشه بیا تو تلگرام. این حرفا رو اونجا زدن آسون بود، وقتی میای وسط میبینی ای کار سخته. برنامه‌شون چیه؟ به هم ریختن ایران از داخل، اگر ماجرای یمن تونستن حل بکنن که همون داستان عربستان، نتونستن حل بکنن که همین از داخل ریختن رو بهش عربستانی ها اومدن گذار کردن رو شهروند تروریست. دقت کنید عزیز من، من اینا تو مجموعه امنیتی رفتم ارائه دادم، شهروند تروریست، روی خود شهروندان ایرانی کار میکنم آسیشون کنن، اهواز، سیستان، بلوچستان، میبینی دیگه، قبلش حادثه مجلس کردستانی بودن. شهروند تروریست، وقتی از هم پاشید خود این مردم آشوب درست کنن، بعدش چی؟ تجزیه. سوریه کردن ایران، لیبیزاسیون ایران، لیبی شبیه لیبی کردن ایران، مدل اتفاقی که تو حوزه ارز داره تو کشور ما میفته مدل ونزوئلاست. یه لیدر اینجا پیدا بشه، بشه لیدر غربگیره ها، بیاد بالا علم بکنه، مردم رو جمع بکنه، نظام ساقط شه، تموم شده. همینه لیبی که بابا تمام لیبی بدبخت تمام دار و ندار هسته‌ایش رو سر ماجرای لاکربی گذاشت و کشتی داد به آمریکا. چی شد الان؟ عراق که همین معاهده رو گفت مخلص تیم امضا می‌کنه، نفت در برابر غذا، بهش میگن پارادایم خلع سلاح. گفتن که آقا بیاید بگردید، گفتم ما باید بیاید همه سوراخ سنباهاتونو بگردیم ببینیم نظامی چیزی دارید یا ندارید.
سلاح کشتار جمعی هانس فیلیکس و اینا رو فرستادن، اومدن گشتن، خیالشون راحت شد، جاسوسیاشون رو کردن. روز اول جنگ ساعت اول دقیق ترین جاها رو زدن، نیروگاه‌های برق. یهو مردم دادن برق نداره، هنوز که هنوز عراق برق نداره. دیدی چه خبر دیگه؟ میرتون کشوری همش سیم رو هوا کشیدن. میگن ما با برجام سایه جنگ رو برداشتیم. دقیقاً با برجام سایه جنگ رو آوردید. من حاضرم مناظره کنم. شما میگه از فصل هفت خارج کردن، اون چی که مردم رو از جای فصل هفت خارج میکنه قدرت نظامیشه. این بلایی که سر لیبی و عراق آوردن نه به خاطر تحت فصل هفت بودن منشور بود، به خاطر این بود که خیالشون راحت شد دیگه نمیتونه کاری کنه. قشنگ گشتن، خیالشون راحت شد، بلایی سرشون آوردن که نفهمیدن کجا خوردن. روز دوم جنگ، روز دوم جنگ کارخونه شیرخوش که بغداد زد آمریکا، به بچه 6 ماه رحم نکرد. من و توی آدم گنده اگه نون گیرمون نیاد 10 روز برگ درخت میخوریم زنده مونیم، اما بچه 4-5 ماه غذا گیرش نیاد کل خانواده اسیر میشه. اینا خود یزیدن، اینا علی اصغر میزنن. کاری کردن، میگن تنها جای ما دیدیم ابا عبدالله مستعصل شده بود بعد ماجرا علی اصغر بود. یه قدم این ور میرفت، یه قدم اون طرف می، میگه نمیدونست چی کار میخواد بکنه. اینا تو یمن روز اول جنگ کارخونه شیرخوش که صنعا رو زدن. اینا حرومزادگی، نه حرومزادگی خود اینا. گفت من دردم از ایشان نیست، خود از دردیست که ایشان ها. اینا خود حرامزادگی هن. معنای حرامزادگی همین صهیونیست ها مسلط بشن کاری با ما بکنن که با سوریه و عراق و یمن و اینا نکردن. تمام بلایی که سر سوریه میارن سر یه حرفه، چرا پشت ایرانی؟ مشکلشون فکر کردی با رأی دادن و رأی گیری، نه که تو عربستان دارن رأی میدن رأی میگیرن، نه که تو بحرین هست، نه که تو قطر هست، یه مش ناندرتال اینجا سر کاره، یه مش انسان نخستین آدم گردن میزنن. اینقدر به آمریکا فشار اومده میگه آقا 4 تا کنسرت برگزار کن، اینقدر فشار رو ما نیاد. مردم دنیا دارن خودشون سوال میپرسن، مردم ما باید خودمون پشت خودمون باشیم. از این بعد بفهمیم چجوری داریم رأی میدیم و با دغدغه مردم رو روشن بکنیم. سرنوشت ما به هم گره خورده. یک عده‌ای رأی بدهن به یک آقای، آن عده‌ای که ندادن هم صحیحن، اونم تو همون مملکت زندگی میکنن. فکر میکنیم ما خوشمون بیاد بگیم دیدی ما گفتیم، دیدی ما گفتیم را بندازیم؟ بنده همین الان دارم یه حرفا رو میزنم، از هر جای دولت، حاکمیت، نظام، قوه قضاییه، مقننه سراغ بنده اومدن کار خواستن، خدا شاهده یک قرون پول ازشون نگرفتم انجام دادم. یک قرون پول نگرفتم ازشون انجام دادم. وزیر مخابرات با من تماس گرفت، آقا تو حوزه سواد رسانه هست، شما کلیپ دیدم خیلی خوبه، همکاری میکنین؟ گفتم ما تمام قد در خدمت، بگو چیکار کنیم. بسم الله ما هست، ما میخوایم سواد رسانه مردم بره بالا. وزیر جهاد و کشاورزی رو محکم بود، الان محکم وایسادیم وزارت صنعت معدن تجارت تفکیک نشه، چون میدونیم میخوان وزارت تجارت رو بکشن بیرون، وزارت بازرگانی صبح تا شب واردات انجام بده، همین 4 تا کارخونه هم تعطیل شه. من که میدونم پشت ماجرا چیه. امیرالمومنین ما به خلیفه دوم مشاوره میداد، میگفت به خاطر دین، به خاطر مردم. ما الگومون علیست. اگر نقد میکنیم علمی داریم نقد میکنیم، خیلی چیزا رو هم نمیگیم، خودتون میدونید چیا رو میگم. اما این انصاف نیست با این مردم. این مردم زجر کشیدن، این مردم 230 هزار تا گل پرپر دادن، تمام کوچه و پس کوچه های این خیابون اسم شهیده. این رسمش نیست. بیایم دست به دست رو هم بدیم. ما نمیگیم نقاط ضعف ندیدیم. من دیدم آقای دکتر روحانی فرمودن که حالا طرف یه 19.75 ببینه فقط اونو میگه، ببینه 20 رو نمیگه، همچین چیزی. من به شما بزرگوارم عرض میکنم، جز تو حوزه وزارت کشاورزی شما که آنونای خوب گذاشت، گفت اینقدر اگه صادرات انجام بدید میذارم اینقدر واردات انجام بدید. مثلا اینقدر سیب صادر کنید تا بذارم اینقدر موز وارد کنید. آنونای شما ما 20 نخواستیم، 2-12 به من نشون بدید. به خدا بگو کجا؟ فقط 2 جا من میتونم ببینم، 1 کشاورزی، 2 آمدن توریست ها. همین، چیز دیگه است بگید.
نمیتونید پیدا کنید، نیست. تمام پولا تو بانکا بلوکه شد. وزیر راه شما داره میگه من افتخارم اینه یه دونه خونه نساختم برای مردم. با تو چی کاره ای؟ پس بگی ما وزارت مسکن نداریم، تخلش میکنیم، مردم بردی خاکی تو سرتون بکنید. یعنی چی؟ وزارت امور اقتصاد دارایی چه کرده با نرخ ارز؟ چه کرده با بانکا؟ هر روز تولید نقدینگی افسار گسیخته، سقوط ارزش پول ملی ما و فقیرتر شدن مردم. اونی که خونه داره وقتی ارزش پول ملی بیاد پایین، خونه 100 میلیونیش میشه 200 میلیون. این ضرر نکرده. اون بدبخت مستاجری که 5 میلیون پول پیش داده، سال بعد اون پول پیش 25 میلیون میارزه، اون ضرر کرده. یعنی دقیقاً کاری کنی متوسط و متوسط پایین پدرشون درات. بعد من نگاه میکنم میبینم این همون طرح اندیشیده آمریکایی بوده که اول جلسه گفتم. ببین این انقلاب رو گرده مستضعفین چرخیده. باید یه کاری کنی مستضعفین بذارنش کنار، بگن غلط کردیم. پشتوانه این انقلاب مردم بودن. یه کاری کنی مردم ول کن. مردم انتخاب بکنن، اما تو مرحله بعدیش بینن کسای دیگه بخوان. چرا ما اینجوری انتخاب؟ تو خود انتخاب داری میکنی. بله، روشن کردن مردم و حفظ انسجام. میدونم سخته، به خدا قسم منم مستاجرم، منم مشکلات مالی رو احساس میکنم، اما چاره نیست. باید سعی بکنیم کشورمون رو خودمون بسازیم، امنیتمون رو حفظ بکنیم. این کشور کلی پتانسیل خوب داره. من قبلش دانشگاه آزاد همینجا سخنرانی داشتم، تو اونجا راهکارهای مقابله با فساد، راهکارهای برون‌رفع از مشکلات اقتصادی رو همه رو دونه دونه با مستاق گفتم. سخنرانی اینا همه رو میذارم رو اینترنت. سرتون رو درد آوردم، وقتم گذشته. چه دعایی کنم بهتر از اینکه خدا پنجره باز اتاقت باشه.